بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. می‌خواستم با استاد انصاری بزرگوار صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید برادر عزیز بزرگوار؟ خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ درود خداوند بر شما استاد بزرگوار. سلامت باشید. شکرالله برادر عزیز. شکرالله هستم، از ایران صحبت میکنم. میخواستم این کلمات رو بگم، بلکه خداوند کمک کنه در پرونده ما هم ثبت بشه، اجری برای ما که در گذشته ما شیعه بودیم و گمراه بودیم و امروز به توسط شما برادران موحد تونستیم راه حقیقت رو پیدا بکنیم. فقط میخواستم به برادران شیعه‌مون بگم، بفرمایید، که این آیاتی که قرآن کریم میفرمایند وطیع الله وطیع الرسول و اولو الامر منکم، بلکه در پایانچی هست که این که در قتل قوم از دست حضرت علی گرفته شد و جانشین در این، بلکه مولا 12 معنی داره که هیچ کدوم به جای جانشینی نیست. بعد اونجا هم که خداوند میگه از مهاجرین و انصار راضی هستند و اونها هم از خداوند راضی هستند، و بعدش هم که در قیامت این خداوند ذوالجلال اینها را تا ابد از بهشت، از نعمات بهشتی برخوردار کردند. این کلماتی که برادران شیعه میگن با آیات قرآن در تضاد هست. اگر تفکر کنند بیاندیشند میبینن، خود به وضوح میبینن که با آیات قرآن در تضاد هست. چون اگر ما بخوایم اونجا قبول کنیم که علی بن ابی طالب جانشین شدن، خلفای راشدین خلافت کردند و به قول شیعه‌ها که قبلا به ما میگفتن اونها غاصبین خلافت معرفی میکردن، خاکم به دهان، که الان چنین نیست و قرآن به وضوح به ما توضیح اینها مؤمنین باقی هستند و خداوند از اونها راضی هستند، روزی هست و در قیامت هم جایگاه بسیار بالا و وسیعی دارند. امیدوارم که برادران شیعه‌مون به این آیات کریم قرآن توجه بکنند و بیاندیشند، عقل خودشون رو قفل نزنند. درسته ما را بهمون گفتن اگر از این مذهب جدا بشی از عقبه جدا بشی، بلکه خلاف واقع هست. اگر امروز به واقع به وضوح خودشون تفکر بکنن میدونن که اهل بیت و بیشتر از 10 نفری که تا کنون به ما معرفی کردن، بلکه خیلی بیشتر هستند. اهل بیت خانواده پیامبر در مرحله اول هست، بعد اولاد علی ابن ابی طالب رضی الله عنه نیست، بعد تمام اصحاب که خیلی هاتون و اسماشون و برادران شیعه‌مون نمیدونن کی هستند، همچنان زید ابن علی ابن ابی طالب نیز از اهل بیت هستند. امیدوارم که تفکر کنند، بیاندیشند تا برگ خداوند این هدایت و نصیبشون کنه. چون این دنیا فانی است و همه ما یک روزی از این دنیا خواهیم رفت و اونجایی که میخواییم بریم و جواب الله ذوالجلال چه خواهیم داد. چون شیعه واقعا شیعه های زمان صدر اسلام این عقیده باطل امروزی نبودند، بلکه اونها یه حزب سیاسی بودند که در عقیده و ایمان یک چیز داشتن، ولی الان کاملا خیلی فرق میکنه. یعنی عقیده ها شرکامی، بلکه درست. امامان را معصوم میدانند، شفیع میدانند، شنوام حاضر میدانند. یعنی صفاتی که فقط مخصوص الله ذوالجلال هست ما میدیم به امامان. که خود امامان هم اگر در زندگیشون بخوایم تفکر بکنیم به وضوح میبینیم که اونها هم همچین عقیده‌ای نداشتند، همچین فکری نداشتند که اونها معصوم باشند یا اینکه علم غیب بدانند یا بتونن کاری برای کسی انجام بدن. بلکه خداوند وسیله جاهل فقط به اعمال خود انسان هست که میتونه به الله تعالی توسل بجویه و خداوند هم از رگ گردن به هر انسانی نزدیکتر و اجابت میکنه. انشاءالله که شما هم برادر بزرگوار توفیق داشته باشید در این راه. کاش دریغ از این همه شبکه که در ایران ما داریم، یک شبکه داریم که کلمات حق رو بیان کرد. امیدوارم خداوند توفیق بهتون بده. امیدوارم که شما انشاءالله در قیامت هم در دنیا و در قیامت اجری بزرگ و در این دنیا هم عزت به شما عطا بکنه. آمین. جزاکم الله خیر، تشکر. خدا حافظ و رحمت الله و برکات. خدا نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.